عبدالرزانی نیکبین از پای اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران بود. سازمان مجاهدین پس از شکل گیری به اقدام مسلحانه بر دودمان پهلوی پرداخت. در سال 51 سازمان اطلاعات و امنیت کشور موفق به دستگیری رهبران اولی این سازمان شده. و به حکم دادگاه نظامی وقت به جرم اعمال تروریستی و ترور اتباع ایرانی آمریکایی به اعدام محکوم و بعضی زندانی شدند بعد از انقلاب 57 بخش مذهبی سازمان به رهبری موسی خیابانی و مسعود رجوی فعالیت خود را تحت عنوان جنبش ملی مجاهدین اعلام کردند ولی درباره اختلاف نظر با روحانیون وقت به مخالفت بر ضد جمهوری اسلامی روی آوردند بعد از تظاهرات سیام خرداد شست و برکناری بنی صدر این سازمان هدف خود را سرنگونی نظام عنوان کرد و در سال دو به همراه دیگر احزاب سیاسی غیر قانونی و اعلام سرکوب شدند این سازمان به وسیله حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی و دولت عراق به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است